پریمیر رو باز میکنم، اکسپت، فیلم هم که داره گرفته میشه، کیفیت نور رو ببریم بالا. خب یه پروژه جدید، درایو دی، دانشگاه 17، جلسه 5، پروژه اسمشو میذاریم P2، پروژه دوم. پال 48 هرتز، صدا اینجا خیلی مهمه، میخوایم روز صدا کار کنیم. 48 هرتز میشه بالاترین کیفیت. کلیپ های بکار رفته امروز اگر بخوایم استفاده کنیم، استفاده از این، بعد استفاده از این دوتا صدا. خب یه سی دی بهتون میدم، این سی دی این هست، این نیست، ببخشید، اینجاست. سی دی رو کپی کردم اینجا. تو این سی دی هر صدایی بخواین هست. مثلا نیاز داری به صدای شیشه شکستن یا صدای گلوله، انگلیسی شو تایپ میکنی این بالا بهت میده. بعد فولدرش رو میتونی پیدا کنی. ببینی اینا انواع صدای اکشن های مثل موتور، گاز دادن موتورش، گلوله، تصادف، مثلا این اکسیدنت. بله تو قرار بود برای ما ادوریج رو بیایی، یک هفته وقت داری، بعد از یه هفته دوباره میخوام بکشم استادم. خدافظ. خب این هم جز به کشته های ما بود. خب بهتره که قبل از شروع کار یه ذره خلوت کنیم. یه این تعداد ترک های صدا زیاد شده، ترک های خالی رو all empty track delete، ترک های خالی صوتی دیلیت شد. خب فیلم اول رو میاریم. عرضم به خدمتتون که من یک کاری کنم که این نوار پایین خودش بره پایین. بسیار عالی. زوم رو باز میکنم، فیلم رو میارم اول کار. خب چی داریم؟ حالا جلسات آینده از شما هم کمک میگیرم، مثلا شما جیغ بکشی نه نزن تو رو خدا ببخشش ها، اینطوری میتونیم از صدا هم استفاده کنیم. اسکیل تو فریم سایز یه ذره اینو کوچیکتر میکنیم. کلن میدونی از صدا رو پاک نمی کنم به این علت که از صدا میخوام استفاده کنم برای اون قسمتی که من گلنگدن رو دوباره میکشم. ببینید اینو میخوام. فعلا موزیک رو میذاریم. موزیک از یه جایی به بعد اینجا خوبه. این موزیک مال یه فیلم خیلی معروفه که مال کابوها و ایناست. من چون پدر بزرگم کابو بوده استفاده میبرم. بیا درست موقعی گلر میخوره فلوت به کار میفته و اینجا من گلنگدن رو دوباره میکشم. خوبه. اینجا یه قلتکی از بچه با این هم میتونی کار کنی.
خوبه. اینجا صدا رو میبرم، صدای اصلی فیلمو، و یه ذره این دوربین من همونطور که میبینی انگار ما قبلا هماهنگ بودیم. من به دوربین زل زدم با گلن گلن کشیده، اون داره همجی میره پایین، دوربین میره پایین. خب حالا باید صدای گلوله بذاریم. کدوم جا؟ بله بله. حالا اونو که دیگه جلسه اول یاد دادیم، باید همش انجام بدیم. خب بیم صدا، اون جایی که گلوله رو زدیم کجا بودش؟ به نظر میاد که این دوستمون وقتی گلوله میخوره فکر میکنه. خوبه، موسیقی رو اینجا میبریم اضافه نشون نمیخواد. خب این ارزشش رو داشت دوتا گوله بهش بزنم، اینه که دو بار تشلیک میکنم. این هم میذاریم اینجا. هرچقدر این دوتا صدا فاصله شون از هم کم باشه، صدای شنیدن گلوله به هم نزدیکتر میشه. اینجوری ببین، خوب نبود. گلوله رو باید یه همچین موجودی رو باید سریع گلوله رو زد که بلند نشه. موافقی خودم؟ اینجوری دیگه زجرم نمی کشی. آره آه خوبه. میخوایی رندر کنیم با سرعت خوب ببینیم. حالا رگباری چیزی ازش نمیمونه که، میدونی؟ خب این صداهایی که من استفاده کردم، این دوتا صدا یه ذره نویز داره. به نظر میرسه که آخرش یه نویز بدی داره. آره باید قبل از نویز یه تق تق صدای بدی داره آخرش. این دوتا رو هم صدای اسلحه رو میگم. این دوتا رو باز میکنیم و صداهاش رو آخرش رو از بین میبریم. معمولا خود صداهایی که استفاده میشه به این صورت یه جوری صدا برداری شده که آخرش به هیچی ختم میشه. خب گوش کنید. درسمون تا اینجا. حالا یه مشکلی داریم، اونم اینه که صدای موسیقی زیاده. خب صدا رو کم کن. به این مسئله میگن گین. گین صدا رو یا نوارش رو کلا میکشی پایین بالا خطش رو، یا اینکه نه شما برمیداری کلیک راست میکنی اودیو گین دیبی مخفف واحد چی؟ دسیبل. مخفف بلندی و کمی صداست. خب میاریمش رو منفی 3 دسیبل ببینیم چی داریم. در واقع یه ذره صدا به نظر میرسه که صدای گلوله الان بیشتر شد. خب این یه روش. یه روش دیگه از دست به گین نمیزنن، یه ذره حرفه‌ای ترها این کار رو میکنن، مخصوصا وقتی که نریشنی تو کاره. مثلا قراره یه نفر رو فیلم صحبت کنه، مثلا میگن دوربین ما همکنون در جنگل های تجریش است، موجودی که در تصویر میبینید مثلا فلان است. تو این مرحله صدای موسیقی رو کم میکنن. چجوری؟ قبل از شنیده شدن صدای گلوله یک کی فریم روی موزیک درست میکنیم، یکم قبل ترش هم اینجاها کم اینجا صدای گلوله تمومه، اگرچه فایلش اینجا تمومه اما صدا اینجا تمومه. یکی اینجا یکی اینجا. بعد من زوم میکنم
این کار رو میکنم. ببینید این دوتا رو میارم پایین، معنیش اینه که صدای موسیقی میاد آروم آروم کم میشه، صدای گلوله شنیده میشه آروم آروم صدا زیاد میشه. بشنوید. درک کردی؟ یک بار دیگه. حالا بریم سراغ صدای گلنگدن. تمام مزه قتل به اون گلنگدن آخرش که میکشی. ببینید به این سوژه نگاه کنیم. به نظر میرسه که راضیه و احساس میکنه بعد از ماها تلاش تونسته موجود خطرناک رو از میان برداره. خب این تا اینجا شد گنگ.